چون هیچ توقعی ندارم من. این رو شما بدونید، در فردای آزاد ایران من به عنوان یک نویسنده خواهم نشست و خواهم نوشت. من هیچ پست سیاسی نخواهم خواست. و سال 96 1996 که من مطرح کردم شهبانو با مریم اینا برن ایران برای آزادی ایران، از اون موقع ببینید 26 سال پیش، اون موقع که بعدا من خودم گفتم من خودم میرم، چون همین گفتم آقا تو میخوای اینا رو کشتن بدی تو خودت بیا، ما رفتیم جلو. و که من الان به شما قاطی میگم من هیچ پستی نمیخوام. پس اگر اطلاعات و اخبار رو در اختیار شما میذارم، چون من با شما رو و پشت بازی ها رو میگم و بعد برخی که باید بفهمن میفهمن، اونهایی که طیف بالای جامعه هستن میفهمن. من حرفای من خیلی از شما نمیفهمید، اشکالی هم نداره، میرید پیش تحقیق میکنید اینا میفهمید. من گاهی بخشی از حرفام، نه همه، برای اون الیت جامعه است، برای اون اندیشمندان بالای جامعه است که آگاه بشن، اطلاعات به دست بیارن، بدونن چجوری باید مبارزه کنن. برای خودنمایی و اینها هم نیست. من در هفته نخستی که این جنبش شروع شد از یک قدرت جهانی خواستم که پشتیبانی کنه و بهش گفتم که تو یا شیطان و یا خدای زمین، فرمان روا در بیش از 120 کشور و غیره، بارها تلاش هایی کردی به شکست منتهی شده، این بار این ملت ایران در خیابان، این بار در خارج از کشور، همه همراه این ملت، ما پیروزیم، بایستی پشتیبانی جهانی بشه. اینی که وقتی فرمان از این جا صادر شد، اونجاست که شما می‌بینید مثلا در هم پاریس خودمونه، من به شما بگم همه جهان هم همینجور بود. این سیل جمعیت که دیدید، اینها احزاب چپ و مردمگرا و سبزهای جهان که زیر همون نظر فرد و خداوند زمین هستند، اینها همه جزو تشکیلاتی هستند که توسط تشکیلات او اداره میشه. فرمان صادر شد و تا حالا هر کی میخواد باشه اعلامیه بده، تظاهرات اونجا میاد. مثلا در پاریس جمعیت زیادی بود، هنرمندای عزیز ایرانی اینا بودن سر جای خودش، ولی شخصیت های فرانسوی، رئیس حزب سوسیالیست فرانسه اولیوه فون، معاون رئیس سبزها، شهردار پاریس و چندین نفر، یا رئیس لیکرا، اون هفته قبلش بود، رئیس فرانس فراترنیته و تشکیلات هایی که امنستی انترناسیونال، عفو جهانی، اینها تشکیلاتی هستن که صاحب دارن، بدون صاحب و بدون اجازه رئیس که نمیان تو خیابون صحبت هم بکنن، موضع هم بگیرن. Olivier Faure, patronne de Parti Socialiste. On va laisser la place à Sandrine Rousseau, députée écologique. Voilà, voilà, on l'applaudit bien fort. Partout. Dans la scène rouge de Paris, de changement de décidé par la société française, vous voyez, Mortalet, Vesbe Socialiste, Amnesty Interapromomie, écologique, ça va. Tout le pays du monde. تا کنون همه سخنران ها نامزد های انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه بودن. مرسی جودای، مرسی جودای. در 150 پیی در لبان ست ارگانیزاسیون سه فی بین کلکوله و مرسی جودای. C'est le vice-président du Sénat français qui est en train de parler. Et je suis venu majlis Sénat et France. Je suis venu ici majlis Sénat français. Amis, Sokhanonon, la Hazeline de Paris, et nous, les rachbarons de Boulard-Paris et France.
این پیام آن هیدالگو شهردار پاریس هست که توسط بهی جنتی عطایی دختر عموی ایرج جنتی عطایی داره خونده میشه مهربانی سه لو مساج دو آن هیدالگو مک دو پاریس مرجان ساتراپی نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی صحبت چه مرجان ساتراپی سینماس پرس امیر عزیزم با چرخ اومدی عزیز بله با چرخ اومدم تو خیابون این تظاهرات فرانسه شدیم این پیام رو ملت ایران برسیم تو هیچ شرایطی تنهاشون نمیذاریم هر موقعیت رو باشه امروز بارندگی شدید هم بود یه پیامی هم بدم به اونایی که شرکت نمی کنن که واقعا وظیفه شون تو هر شرایطی که هستن بیان تو خیابونا این تابلوهای اضافی من به جای اونا تو دستم گرفتم اونا باید باشن همراهی کنن و اونا اینا رو تو دستشون گرفته باشن ولی اینو بدونن که اگر اونا چیزی رو تو دست نگیرن ما اون بار رو بلند میکنیم و پشت ملت ایران وای میستیم ما صداشون خواهیم بود تو هر شرایطی که باشه مرسی امیر جان سپاس از مهرت آفرین به شاهزادم گفتم که اینا رو فراخوان بده بعد مریم قاجار اومد گفت ما نیستیم دیگه الان افتید خب حالا مونه گروه های دیگه حالا من اینم به شما بگم اگر این اتحاد و همبستگی با نیروهای قدیمی و گذشته پیش نیاد با اینکه مردم همش هنوزم که هنوز شعارشون اینه رضا شاه روحت شاد با این جنبش اخیر که در خارج از کشور پدید اومد و تظاهرات جهانی یک آلترناتیو جدید میاد رو این آلترناتیو جدید خواهد بود که تشکیلات جایگزینی نظام جمهوری اسلامی رو فراهم میکنه بدین رو شما بچه اصلا نگران نباشید شما کار خودتون کردین تو خیابونا هستین جهان از شما پشتیبانی کرده همه و همه ایرانی در خارج کشور شما پشتیبانی کردن مرحله سوم اون رهبری و نیروی جانشین هست که الان همه به گونه دیگه قیبشون فقط حرف میزنن دولت رو تشکیل ندادن دولت رو باید تشکیل چون همه همینو میگن همه همینو میگن حالا برای اینکه بدونید که این حمایت جهانی از خود دولت‌ها جدا بود من اینم به شما بگم مثلا اگر تو فرانسه سه تا از اعضای دولت تو این تظاهرات دوبار پاریس شرکت کردن در تهران اینا رو احضار کردن و بازخواست کردن یا مثلا ماکرون یک تیکه گفت چیزی نگفت و بعد اصلا اخبار پریروز توی فرانسه یک شنبه گذشته همه دنیا شنبه بود به عمد پاریس شد یک شنبه که در تاریخ بمونه چرا که جای خود داره حالا بیش از 10,000 نفر در خیابان بودن
راهپیمایی کردن، سخنرانی کردن، همه بودن. زیر بارون هم بود، همه بودن. ما شب نشستیم پای اخبار تلویزیون فرانسه، کانال 1، 2، 3 همه رو نگاه کردیم. 6 ثانیه گفتن از این رویدادی که تاریخ بیاد نداره در فرانسه. و بعد خیلی جالبه، کانال 2 فرانسه حتی اومد اعلام کرد که بله این تظاهرات جوری بود، حالا گزارش ما رو ببینید از این تظاهرات در اخبار ساعت 8 شبش. یهو گوینده خودش رو اینجوری کرد و گفت این یه فیلم دیگه نشون میدیم. تظاهرات پاریس رو نشون حتی نداد، یعنی تبلیغ نکرد. یعنی دولت ها با این جنبش نبودن. خوب گوش کنید، سازمان ها و اونجه های حقوق بشری که توسط جدا رهبری و هدایت میشه، که برخی خدا میپندارنش برخی شیطان روی زمین، به درخواست سیاوش اوستا عمل کرد و این اوج را افتاد، این موج را افتاد. حالا چی موج؟ یک آدم هایی هم به عنوان رهبران سیاسی برای فردا ایران بیرون میان، ما هم ازشون حمایت میکنیم. من خودم هم گفتم سهمی در سیاست گردانی نمیخوام، من فکر گردانی بوده و هستم، ادامه میدم در سیاست که بخوام پست بگیرم نیستم و نخواهم بود. من برای شما مردم ایران، برای سرحشوری شما کار کرده و میکنم و خواهم کرد. حالا یک نکته که خیلی مهمه من میخوام به آگاهی شما برسونم اینه که این مردک سید علی خامنه‌ای جلاد دوران و زمان اومد و یه مزخرفاتی دیروز گفت. یعنی خیلی قشنگ همونطور که پیش بینی میکردیم فیلمش رو بازی کرد. اول این قبر خودش رو ساخته، حاضر و آماده، همون فاطمیه، سهد فاطمی که بهتون گفتم تو نجف، قبر اینه. مهربان یاران گرامی، بارها این فیلم رو به شما نشون دادیم در برنامه‌های مختلف پارسی و یا فرانسه زبانمون و یا در گفتگو با آقای سیروس شرفشاهی، که این سهل فاطمه است که در زمینی به مساحت 220,000 متر در نجف عراق کنار قبر امام علی ساخته شده. میلیاردها دلار از جیب ایران اونجا صرف شده و حدود 10 سال اونجا رو این کاخ فاطمه کار شده. امروز میخوام راز مهمی رو به شما بگم که این برای چه ساخته شد. هدف نهایی رژیم پلید سادات تازی حاکم بر ایران برای هزینه کردن میلیاردها دلار از پول من و تو در عراق برای چی بود؟ این قبر سید علی خامنه‌ای است. سید علی خامنه‌ای پس از این همه جنایت میدونه که قبرش اگه در ایران باشه مردم خرابش میکنن. مال خمینی خواهند کرد، یعنی موزه هتل چیزی خواهند کرد به زودی. این هم از ترسش رفته در عراق این کاخ رو ساخته که در عراق دفنش کنن. به هوش باشیم، هوشیار باشیم. مردم ما امروز در خیابان‌ها هستند. جهان در 150 کشور از ما پشتیبانی کرد، مردم خودمون و دیگران. تنها کاری که الان مونده باید انجام بشه میدونین چیه؟ اتحاد. نکته که خیلی مهمه، ما هم میگیم سادات تازی، سادات تازی، سادات تازی. ما با سادات و سیدهایی که با مردم بوده و هستن و خواهند بود مخلصشون هم هستیم. ولی الان شما در نظر بگیرید رهبر همه ارتش و بسیج و نیروهای مسلح و انتظامی و همینا سیدن. خب برای اینکه خامنه میتونیم بیاد این زرار رو بزنه، سرکوب کنه، بکشه، با تک تک آدم ها رو بگیره و هفتیر بکشه، بچه رو زمین افتاده با تیر میزنه میکشه، دور برش هم پلیس هست، پلیس باید یه رو لباس شخصی رو بگیره، پلیس میزنه رو زمین میندازه میکشه. این جنایته. اینا این کار رو میکنن چه